سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. بعد از آشوب‌هایی که نگرفت، قرار بود روز شنبه یک اتفاق رو در ایران رقم بزنه ولی نگرفت. حالا زنگ حساب فرارسیده است و حالا ایران به شکل واضحی داره هشدار میده به آنهایی که در سعود اینترنشنال و رسانه‌های مشابه به جهت ایجاد گروه‌های تروریستی و تجزیه طلبانه و رسمیت دادن به آنها تلاش کردند. وزیر اطلاعات ایران به طور صریح و به طور رسمی مجددا یادآوری کرده که ما سعود اینترنشنال رو تروریستی میدونیم، با فرار به واشنگتن و رفتن از لندن و حصار کشیدن دور مرکز سعود اینترنشنال هم حل نمیشه. ما اینو تروریستی میدونیم و قاطع باش برخورد خواهیم کرد. سالگرد رو دیدی؟ کسی نیومد تو خیابون؟ البته یه چیز جالبم به شما میگم، ماجرای سالگرد مهسا جینا امینی تبدیل شد به به یک فرصتی به جهت متلاشی کردن تیم‌های تروریستی و خرابکار. حداقل 10 تیم تروریستی، حداقل 10 تیم خرابکار و حداقل 10 لیدر در نقاط مختلف کشور که برای رضا روبه پهلوی کار می‌کردن، برای مریم منافق کار می‌کردن، برای امثال اینها کار می‌کردن، بازداشت شدن. یه سریاشون هم بردن تیمارستان، فیلم منتشر شده، طرف رفته وسط خیابون، فکر کرده الان ملت میان همه شروع میکنن شعار دادن درود بر مثلا فلان و مرگ بر فلان، پلاکارد گرفته دستش رفته اونجا وسط خیابون، پلیس هم نگاه کرد دیدین کلا یه نفره، رفتن گرفتن بردن تیمارستان. حالا احتمالاً در روزهای آینده فیلم ها و ویدیوهای خاص خنده‌دار و انبساط خاطر آوری در این خصوص خواهیم داشت. میخواییم بریم بخشی از صحبت وزیر اطلاعات درباره سعود اینترنشنال و روزهای خاصی که پیش روی جماعت وطن فروش هست رو با هم ببینیم. برمیگردیم نکاتی داریم عرض هم کرد. شبکه های ماهواره‌ای بعضیاشون اقداماتی که داشتن در ترویج تروریسم و آموزش تروریسم و حمایت از تجزیه طلبان و حمایت از اقدامات که در عرف حقوق بین الملل به عنوان اقدامات تروریستی شناخته میشه، یکی از مهمترین اونها اینترنشنال. اینترنشنال از نظر ما یک شبکه تروریستی است و طبیعتاً ما وظیفه خودمون میدونیم و مأموریت خودمون میدونیم که نسبت به هر اقدام تروریستی که نسبت به کشورمون و ملتمون وجود داره، هر جا و هر موقع و هر زمان که تشخیص دادیم اقدام مناسب خودش رو داشته باشه. بنابراین هیچ گروه تروریستی، رسانه تروریستی و هر کسی که خشونت رو ترویج میکنه در امان نخواهد. حمایت کشورهای مختلف از اونها باعث نمیشه که ما از اهداف اقدامات امنیتی تهاجمی خودمون دست برداریم. این یک سیاستی است و قطعاً با جدیت اون رو ادامه میدیم. خیلی خوب، بخشی از این صحبت ها به طور صریح وزیر اطلاعات ایران اینجا اعلام میکنه که سیاست مناسب به سعود اینترنشنال و هر رسانه‌ای که تجزیه طلب روی آنتن میاره، هر رسانه‌ای که اقدام تروریستی رو عادی میکنه، واکنش ما نسبت به همچین انسانهایی و همچین رسانه‌های هر کجای عالم که باشن سیاست ما تهاجمیه. فکر میکنم این از محدود جاهایی باشه که به طور رسمی و صریح ایران داره به سیاست تهاجمی، یعنی من ترسی از این بابت که کسی در دنیا بخواد اعتراض بکنه، کسی در دنیا بگه آقا نباید برخورد میکردی، ترسی از این چیزا ندارم. اینا اقدامات تروریستی دارن میکنن، نوع رفتار من تهاجمی خواهد بود. آیا وطن فروش ها اینو فهمیدن؟ شما یه نگاه بکنید، سعود اینترنشنال اولین اتفاقی که افتاد دور ساختمونش حصار زدن، بعد دیدن نمیتونن، هر کاری بخواد بکنه ایران انجام میده، رسما اومدن آب پاکی ریختن رو دست اینا، گفتن لندن واشنگتن، هیچ راه دیگه هم وجود نداره. و مسئله مهمتر، ببینید الان فایل صوتی از مزدوران وطن فروش داره در رسانه‌ها منتشر میشه. همه این فایل صوتی همزمان داره میشه با خداحافظی اینها از این رسانه‌ها. یا دارن سفیدسازی انجام میدن، همزمانی که خداحافظی میکنه میاد بیرون داره حرفایی میزنه، این حرفا منفی نیست، این حرفا قابل تعامله.
بعد حرفا تأییدی هست بر جمهوری اسلامی، یعنی یا داره سفید سازی میکنه خود رسانه عنصری رو که میخواد بفرسته بیرون برای اینکه عنصر بتونه راحت زندگی کنه داره سفید سازی میکنه، یا واقعا حرف دلشه که چیز بعیدی نیست. الان شما اگر دقت بکنید همین سعودی اینترنشنالش جلوی دوربین خیلی از حرفایی که میزنه حرفای 6-7 ماه پیش برنامه خودمونه، به این معنا هست که نشستن حرفای ما رو گوش دادن یا از ما تحلیل گرفتن. نه لزوما، اونها هم مثل من و شما مسائل رو میفهمن، پول میگیره به جهت اینکه انکارش بکنه، 6-7 ماه گذشته، 1 سال گذشته، حالا داره اونا رو میگه. مثال مثلا مسئله پهباد، مسئله سیاست خارجی ایران، مسئله شکست آمریکا در برابر ایران، تحقیر عربستان سعودی، اینا رو داره مطرح میکنه دیگه. قبلا چرا مطرح نمیکرد؟ تو دلش بود. قبلا مثل من شما میفهمید تو دلش بود، مطرحش نمیکرد. نکتم کجا هست؟ یا دارن سفید سازی میکنن یا واقعیت این رسانه هاست، یعنی طرف یه جایی در گوشی گفته اینا منتشر شده، یا اینا آب توبه است. داره اینجا غیر مستقیم توی یه فایل صوتی با یه رفیق صحبت میکنه، یه توبه نامه ای رو داره اعلام میکنه که آقا من از این رسانه جدا شدم، حرفای دلم هم اینه، بی خیال ما باشید، کسی با ما کاری نداشته باشه. ایران صریح اعلام کرده ما پارسال چیزی که رخ داد اصلا این شکلی نبود که یه دختر خانم یه جای یه روسری از سرش افتاد، بعدم بردنش تو یه جای قلبش گرفت و تموم شد و رفت و کشور ریخ به هم بر سر اینکه کشته شده است یا قلبش گرفته. اصلا داستان این شکلی نبود. با همه توان چیزی شبیه 28 مرداد از نوع نوین شلیک ما رقم خورد. من یه چیزی میگم شما بی‌طرفانه نگاه بکنید، ما در ماجرای 28 مرداد دو تا گروه رو داریم که میدانداری میکنن. من از همه دوستانم عذر میخوام که انقدر صریح صحبت میکنم. گروه اول عوامل فحشا هستن، وارد جزئیات نمیشم، شما بهتر از من میدونید، یه سرچی هم بکنید داستان اینها هست. گروه دوم اراذل اوباش، انسانهای محترمی در سال گذشته بابت ماجرای مهسا جینا امینی ناراحت شدن، جریحه دار شدن، به خیابان اومدن، آشوبم کردن. کسی انکار نمیکنه، تو خارج از کشور هم همینطور، کسی انکار نمیکنه. نقش اراذل اوباش و نقش فواحش رو کسی میتونه انکار بکنه توی ماجراهای سال گذشته؟ چند تا توییت برای شما بیارم که خود کسانی که در فضای وطن فروشی هستن دارن ابراز شرمندگی میکنن از توییت هایی که، از واکنش هایی که، از رفتار هایی که بعضی زنهای مدعی زن زندگی آزادی در توییتر دارن. دقیقاً کودتای 28 مرداد نوینی هست که علیه ایران اتفاق افتاد. همون ترکیب اراذل اوباش و جماعتی که من میدونید منظورم چه کسانی هستن از اسمشون عبور میکنم. دقت کردین چی شد؟ سیستم چیزی که فهمیده اینه، میخواستی منو غافلگیر بکنی؟ اونایشون که کف میدان ایفای نقش کردن که باشون برخورد شد، اونایشون هم که حس کردم اشتباه کردن، سوء تفاهم بوده، اومده جنایت هم بکنه ولی سوء تفاهم بوده، اصلا نفهمیده کجا قرار گرفته، آزاد شدن. همون سال پیش آزاد شدن. میمونه کسانی که اینها رو هدایت کردن در فضای مجازی، اینها رو هدایت، اینا تو مریخ هم باشن قصر در نخواهند رفت. ایران اینجا به طور رسمی این رو دوباره داره یادآوری میکنه. بریم ادامه این صحبت ها رو ببینیم، برمیگردیم نکات ویژه‌ای داره مطرح کرد. اقلیم کردستان عراق، خب عملا حاکمیت جدی نمیبینیم، عملا یک تساهلی با همه سرویس ها و گروهک ها وجود داره. مسائل قومی بر همه تصمیمات سایه انداخت. خب یه سازماندهی کرده بودن، کلی هزینه کرده بودن، کلی نیرو آورده بودن. شما تو این شبکه‌های تروریستی و این ماهواره‌ها فیلماشو ببینید، جوانای ما که بندگان خدا رو چطور رجه میبرن، اینها رو نشون میده به این که دشمن سرمایه گذاری کرد. اقدام به موقع نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تو بحث اقلیم، حمایت و پیگیری های مجدانه سپاه قدس، ستاد کل نیروهای مسلح، اطلاع رسانی ها و اطلاعاتی که و اشرافی که وزارت اطلاعات اونجا داشت، موجب شد ما امروز با همکاری صمیمانه و خوب دولت عراق شاهدی از همپاشگی این سازماندهی است. یعنی تشکیلاتی که شبکه را انداخت، رسانه را انداخت بود، اسلحه آورده بود، کمپ را انداخته بود، نیرو جذب کرده بود، آموزش داده بود،
آماده بود که بتونه یک سری اقداماتی رو داخل کشور ما سازماندهی بکنه اصلا باشه. خیلی خوب، بخش از این صحبت‌ها رو دیدیم. اینها همه آغازی هست بر اشاره به یک اتفاق خیلی مهم. بعضی تصورشون هست یه سری تروریست توی سوله های جمع شده بودن دور هم، ایران 4 تا پهپاد بلند کرد و 4 تا موشک بلند کرد رفت اینا رو زد. نکته اول، خیلی از اینها در کنار خانواده ها زندگی میکنن. شاهکاری که ایران انجام داد در عملیات هایی که صورت گرفت، بخشش حالا نقطه زنی و موشک ها رو نشون میده، کارهای از این دست رو نشون میده، اشراف بسیار دقیق نیروهای اطلاعاتی ایران بر اون مراکزی که خانواده نزدیکش داره زندگی میکنه رو نشون میده. اینا اشراف بسیار دقیقی در حوزه اطلاعاتی داشتن. اون اشراف به کار اومد برای مبارزه با تروریست‌ها، نه برای مبارزه با گروهی که قرار بود یک نمونه باشند در اطراف مرزهای ما تکثیر بشوند. چه نمونه ای خدمت شما ارسام کرد؟ ببین، یک بار سازماندهی میکنی نیروهایی رو، مرکزی براشون راه میندازی، محل اجتماع خارج از مرز، محل عملیات داخل مرز، بره ضربه بزنه برگرده، بره ضربه بزنه برگرده. این اگر تو اقلیم کردستان موفق میبود، مشابهش رو در دیگر نقاط هم تکثیر میکردن، کما اینکه الان برای جنوب شرق ایران به شکل ویژه‌ای دارن روش فکر میکنن. پس ایران باید به شکل وحشتناکی با این قضیه برخورد میکرد، برخوردی که الان احتمالاً بخشش رو در جن هستین. و رذالتایی که اینها امسال انجام دادن بسیار عجیب و غریب‌تر بود. یک ماجرایی در رسانه‌ها شنیده شد، احتمالاً شما هم در جریانش هستین، من خیلی دربارش صحبت نمی‌کنم چون فیلم و عکس بسیار خاصی خواهد داشت. منتظرم اون فیلم و عکس‌ها منتشر بشه بعد دربارش صحبت کنیم. و اونم مسئله ترور پدر مهسا ژینا امینی بود. چند تا عملیات خرابکارانه برای تحریک مردم در کردستان قرار بود انجام بشه، در غرب کشور قرار بود انجام بشه با حمایت کسانی که از آن سوی مرز آمدن. یکیش ترور پدر مهسا ژینا امینی بود. ببین، همینی که الان من دارم به شما میگم، اونهایی که با من و شما همسو نیستن، هم فکر نیستن، وقتی بشنون قطعا میگن تحلیلگر داره چرت و پرت میگه. آخه مثلا مگه میشه عزیز یکی بیاد بزنه اینو بکشه که به چی برسه؟ جمهوری اسلامی که از حذف اینها منفعتی نمیبره که، درسته؟ از حذف اینها ضرر هم میبینه، قبول دارین این رو ضرر میبینه دیگه، یه ماجرای دوباره زنده میشه. مخالفینش چطور؟ مخالفینش از حذف اینها منفعت میبینن؟ آنهایی که هشتگ میزدن خرابکاری شرافتمندانه، از اینکه یکی از خودشون بکشن بندازن گردن جمهوری اسلامی منفعت میبرن یا نه؟ منفعت میبرن. این قرار بود امسال در ماجرای سالگرد مهسا ژینا امینی اتفاق بیفته. چرا با اطمینان میخواستن انجامش بدن؟ به خاطر اینکه همین الان اونایی که با من همسو نیستن دارن میخندن، به خنده خودشون دقت بکنن، خنده شما علتشه. چرا؟ چون وقتی نگاه میکنه میگه اگر من بزنم و جمهوری اسلامی بگه کسی از بیرون اومده زده، همه بهش میخندن. هیچ کس نمیگه هشتگ خرابکاری شرافتمندانه اینا تا دیروز میزدن به جهت اینکه ترور بکنن بندازن گردن جمهوری اسلامی. همه میگن نه، قطعا کار خودشه، نمیتونه کسی از بیرون باشه، مگه میشه یکی دیوونه بازی این شکلی انجام بده؟ همون خنده‌ای که الان شما داری انجام میدی، دقیقاً داستان همینه. و متمرکز شده بودن روی این قضیه. صبور باشید، از این تیم جنایتکاری که به اسم مردم کرد تو الان داشته شرارت میکرده در غرب کشور و پروژه بعدیش حذف امجد امینی بوده، درباره این ویدیوهایی بیرون خواهد اومد که قطعا حیرت آور خواهد بود. انتهای این صحبت ها رو ببینیم، برمیگردیم. نکات ویژه‌ای دارم عرض خواهم کرد. اینا دقیقاً در مورد کانادا این سوال رو داشتم، با توجه به اینکه ظاهرا قرار هست میزبان جدید تروریست های منافقین باشه که بعد از آلبانی میخوان به اونجا کوچ کنن، این موضوع چه هزینه هایی برای دولت کانادا خواهد داشت؟ من این نکته رو قبلش داخل پرانتز بگم، اینجا وزیر اطلاعات ایران مفصل توضیح میده درباره کشورهایی که با تروریسم همکاری کردن و هزینه دادن. بعد یادآوری میکنه، میگه ما یه نقشه راهی روی میز گذاشتیم که بر اساس این نقشه راه بتونیم به همه توضیح بدیم در دنیا که تروریست هیچ کجا امن نیست، برای تروریست هیچ نقطه‌ای در دنیا امن نخواهد بود و هر کجای شما چتر بگیرید رو سرش اونجا ضربه خواهد خورد. ایشون میگه فعل و انفعالاتی رخ میده، حالا اون فعل و انفعالات چی بوده من نمیدونم. بعد میگه متأثر از اون فعل و انفعالات و هزینه‌های سنگینی که دولت آلبانی میده، اینا میفهمن که باید با این تروریستای گروه که منافقین برخورد بکنن. بقیه شون هم به این درک خواهد رسید. حالا بریم بخش کانادا رو با هم ببینیم، برمیگردیم نکاتی رو مرسیم. هر کشوری یا هر جای، هر مبدعی که به دشمنان خشونتزای ما و کسانی که
افکار و اقداماتی رو دنبال میکنن که این اقدامات جنبه تروریستی و مفهوم تروریستی از نگاه حقوقی بین الملل رو داره. قطعا هیچ تروریستی در هیچ کجا هیچ زمان امنیت ندارد، بلکه برای اون کشورها هم ناامنی با خودش میبره. بنابراین این تأکید رو میکنم که ما همونطوری که تأکید رهبر عزیزمون بود با تمام کشورهای دنیا، مخصوصا همسایگانمون که به لطف الهی امروز و با همت این دولت امروز روابط خیلی خوبی رو با این کشورها سامان دادیم و در حال پیشرفت هست، آمادگی داریم با همه کشورها در جهت منافع ملی با حفظ عزت ملی ارتباط و تعامل و تبادل اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی داشته باشیم. دشمن توانش رو این گذاشته که اگه بتواند این طراحی رو از ابتدای محرم برنامه ریزی کرده بود. خیلی خوب، بخشی از این برنامه رو با هم دیدیم. مابقیش درباره عملیات‌های تروریستی از جنس بمب‌گذاری که در ایران می‌خواستن انجام بدن یک بخش مفصلی در یک جای دیگه مفصل با درباره صحبت کنیم. فعلا نگرش می‌دارم. اگر نکته‌ای داشتین بسی بود در قالب پیام مریم بفرستین، کمک بکنید که گزارش با پیام‌های ارزشمند شما کامل‌تر بشه. خاک پای همه رفقا هستم. الهی که پرچمتون بالا باشه، الهی که دلتون شاد باشه. هر کسی علیه ایران اقدام تروریستی انجام داده و هر کسی رسانه در اختیار تروریست ها قرار داده، به زودی با یک غافلگیری حیرت آور روبرو خواهد شد. صبور باشید، این ماجرا خیلی سریع به اثبات میرسه. خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.